یکی از خوشمزه ترین کیک های عصرونه کیک سیب و دارچینه که خیلی راحت درست میشه. امروز کیک سیب و دارچین ما دو مرحله پخت داره. یکی از خوشمزه ترین ها و خوشبافترین. تا آخر ویدیو همراه هم باش تا یک کیک سیب و دارچین جدید رو با هم درست کنیم. سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. برای درست کردن کیک سیب و دارچین امروزمون اول مواد میانیش رو درست میکنیم. 3 تا سیب متوسط رو پوست میگیریم و رنده درشت میکنیم. توی ظرفی که مناسب حرارت باشه به همراه شکر و کره با حرارت خیلی کم میذاریم، تفت میدیم تا وقتی که آب سیب کاملا گرفته بشه. قبلا آموزش نون سیب و دارچین هم توی کانال داشتیم. یه نون فوق‌العاده خوشمزه، بافت کیک مانند، عالی، طعمش بی‌نظیره. پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید. لینکش رو بالا میذارم. دوست داشتید بزنید روش، ببینید، برای عزیزانتون درست کنید. در آخر دارچین رو اضافه میکنیم که اضافه کردن دارچین دیگه سلیقه‌ای هست. از 1 قاشق چای خوری تا 2 قاشق غذاخوری میتونید دارچین اضافه کنید. من 1 قاشق غذاخوری اضافه کردم. بعد هم تفت میدم. آب سیب که کامل گرفته شد میریزم توی ظرفی میذارم کنار. کاملا باید سرد بشه برای بین کیکمون. بریم برای درست کردن کیک سیب. احتیاج داریم به 3 تا تخم مرغ که من چون تخم مرغ های ریزی داشتم 4 تا تخم مرغ استفاده کردم به همراه وانیل و شکر. میزنیم اونقدر با همزن برقی میزنیم تا رنگ موادمون عوض بشه، کرمی رنگ بشه، کشدار بشه و همینطور حجیم بشه. در حین زدن چندین مرتبه دور ظرفتون رو تمیز کنید تا بوی زخم تخم مرغ نگیره موادتون. مواد رو که هم میزنید حتما از 1 جهت باشه هم زدنتون. کامل که حجیم شد مواد کیکتون روغن رو اضافه کنید. بعد از اینکه روغن اضافه کردیم حدود 30 تا 40 ثانیه با همزن برقی میزنیم. دیگه احتیاج به همزن نداریم. نوبت میرسه به مواد خشکمون. من آرد رو 1 بار الک کردم. 1 بار هم توی مواد تخم مرغی الک میکنم. حتما از همزن دستی استفاده کنید که آرد کف ظرفتون رو بالا بکشه و 1 مرتبه آرد رو اضافه میکنید. 1 مرتبه ماست یا شیر رو اضافه میکنید. این کار باعث میشه که هیچ آردی دیگه خشک باقی نمونه. مرحله آخر که میخواین آردتون رو اضافه کنید بیکینگ رو هم اضافه کنید. بعد کامل با هم تمام مواد که 1 دست شد بعد میریزیم توی قالب. تا اینجای ویدیو رو اگه دوست داشتین، تا حالا کانال من رو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش رو روشن کنید تا ویدیوهایی که میذارم براتون نمایش داده بشه. لایک کنید، کامنت بذارین تا به افراد بیشتری نشون داده بشه. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.
غلظت مواد کیکمون کاملا توی فیلم مشخصه. به این غلظت که رسید، قالب مورد نظرمون رو که انتخاب میکنیم میتونید از قالب 20، 22 استفاده بکنید. قالبی که من استفاده کردم قالب توسته که به ارتفاع 9، به طول 28، در 10. من کف قالبم رو کاغذ روغنی ننداختم، جنسش گرانیته، احتیاج به کاغذ روغنی نداره. شما از هر قالبی که استفاده می کنید کفش رو کاغذ روغنی بندازید، دیواره هاش رو حتما چرب بکنید، نیمی از مواد کیک رو می ریزین، صاف می کنید، می زارین تو فری که از یک رو قبل گرم شده، 10 دقیقه بیشتر نشه، بعد میارین بیرون. مواد میانی کیکتون که کاملا آبش گرفته شده می ریزین روی مواد کیکتون، کامل صاف میکنین. بقیه مواد کیک رو روی مواد میانی میریزین، صاف میکنین، یه تکون بهش میدید و میذارین تو فری که گرم شده هست. دقت کنید وقتی که دفعه اول قالب رو میارین بیرون فرتون رو خاموش نکنید. بعد قالب رو میذارین تو فر، حدود 35 دقیقه کافیه. اگر که پخته شده بود و سیخ چوبی امتحان کردین و به کیکتون نچسبید اما روی کیکتون رنگ نگرفته بود، میتونید 2 دقیقه گریل رو بزنید، بعد بیارین بیرون، بذارین کمی خنک بشه و بعد از قالب جدا کنید، بذارین روی توری تا کامل خنک بشه، برش بزنید، سرو کنید، نوشه جان کنید. اگه دقت کرده باشین بعد از اینکه مواد میانی رو من میریزم، روش رو با دارچین علک میکنم. این دیگه دل بخواه است. اگر دوست داشته باشید میتونید دارچین بریزید، اگر نه که هیچ. عذرخواهی میکنم به خاطر صدای گرفتم و سپاسگزارم که تا آخر ویدیو همراه هم بودیم. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنونم. خدا نگهدار.